سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به واکنش محمود قربانی و صحبت‌های ایشون در مورد فوت شهرام کاشانی می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. شهرام کاشانی یکی از خواننده‌های لس‌آنجلسی بود که با آهنگ نازی جون و دختر بندری در دهه 70 شهرت زیادی به دست آورده بود. او بعد از سپری کردن دوران بیماری سرانجام بر اثر بیماری کرونا در ترکیه درگذشت. این خواننده به شدت به مواد مخدر و مشروبات الکلی اعتیاد پیدا کرده بود و با کاهش وزن شدید روبرو شده بود که این اتفاق در چهره او کاملا مشهود بود. شهرام کاشانی با نام هنری شهرام کی، زاده 16 تیر 1353 در روم ایتالیا، خواننده ایرانی بود. او در دوران نوجوانی ایران را ترک کرد. چند سال در کشور ترکیه زندگی کرد که به گفته خودش به زبان ترکی مسلط بود. در سن 18 سالگی فعالیت خوانندگی را در آمریکا آغاز کرد. همچنین مدت 3 سال را در دبی سپری کرده بود. شهرام کاشانی چند سالی با بیماری کبد دست و پنجه نرم کرد و به دلیل ابتلا به بیماری کرونا مدتی در ترکیه در کما بود که پزشکان از درمان او قطع امید کردند و این خواننده در نهایت فوت کرد. او در دهه 70 به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود، ولی به دلیل درگیری با مشروبات الکلی در مهمانی‌های مختلف باعث شد که این خواننده خیلی زود سلامتیش را از دست بده و به دلیل بیماری کبد دیگه نتونه فعالیت موسیقیایی خودش رو ادامه بده. بعد از جدایی پدر و مادرش دچار مشکلات عاطفی شد، تا اینکه مادرش هایده کاشانی با محمود قربانی همسر سابق گوگوش ازدواج کرد و مدت‌ها با محمود قربانی به عنوان پدرخونده زندگی کرد و کامبیز قربانی پسر گوگوش هم به نوعی با شهرام کاشانی در یک خانواده بزرگ شد. این زندگی مادرش هم بعد از چند سال به طلاق ختم شد. محمود قربانی متولد 25 آذر 1326 در تهران و صاحب کاباره تهران از بزرگترین کاباره‌دارهای خاورمیانه بوده. کاباره‌ای که بسیاری از مسئولان وقت ایران مهمان این کاباره بودند و حتی رئیس جمهور آمریکا وقتی به ایران میومد به این کاباره میرفت. بعد از جدایی پدر و مادرش دچار مشکلات عاطفی شد، تا اینکه مادرش با محمود قربانی همسر سابق گوگوش ازدواج کرد. شهرام کاشانی در کودکی با کامبیز پسر گوگوش بزرگ شد و او رو به نحوی برادر خودش میدونست، تا اینکه این زندگی از هم پاشید. هایده کاشانی مادر شهرام کاشانی بعد از جدایی از محمود قربانی دو ازدواج دیگر داشت و در حال حاضر با همسر چهارمش در ترکیه زندگی میکنن. محمود قربانی که مدتی ناپدری شهرام کاشانی بود و اون رو بزرگ کرده، ویدئویی رو منتشر کرد و با اندوه و بغض نسبت به این زایعه تلخ ابراز تأسف کرد. او این درد بزرگ رو به همسر سابقش هایده کاشانی و همسر او ناپدری شهرام کاشانی تسلیت گفت و از هایده کاشانی که حالا جز همسرش هیچ کس رو در زندگی نداره خواسته که قوی باشه. محمود قربانی در مورد فوت شهرام کاشانی گفت: دوستان عزیز و مهربانانم، امروز خبر بدی شنیدم. شهرام کاشانیمون و شهرام کی معروف رو از دست دادیم. من تسلیت میگم به مادرش، به تنها فرزند شهرام، به هایده کاشانی. من میدونم این مادر چقدر زحمت کشید، هم مادر بود و هم پدر، ولی این روزگار فرزندش رو گرفت. نمیدونم چی بگم، ولی جای گفتن نداره. روحش شاد باشه و یادش همیشه گرامی. شهرام جان، همیشه تو قلب منی و با من خواهی بود. نمیدونم چقدر نصیحت کردم و چقدر گفتم بابا لعنت بر اون دوستان نامرد، لعنت بر اون امیر قاسمی مواد فروش، لعنت. چی بگم که جوانای ما رو گرفتار میکنن، عزیزانمون رو از دست میدیم. چرا خودشونو میخوان جلوی دوربین نشون بدن و به به و چهچه بگن؟ مرگ بر تو مرد خیانتکار جامعه. نمیدونم هایده در چه حالیه. هرچی هست اونها در ترکیه، من در آمریکا، و میدونم مادرش احتیاج به کسی نداره کمکش کنن. اون مثل شیره. ولی هایده جان، من از صمیم قلب بهت تسلیت میگم و آرزو دارم آخرین غمت باشه. من میدونم تو این دنیا تو دیگه کسی رو نداری.
خودت و شوهرتی و سعی کن سلامت باشی و من این درگذشت و به تمام جامعه هنری تسلیت میگم و واقعا این مرگ این جوونو نمیدونم چی بگم. اصلا جای تسلیت نداره. حیف و فقط حیف برای ملت که این هنرمند جوون ما هم رفت. حیف که اینجا نیست خودم زیر جنازه‌شو بگیرم. نمیدونم چی بگم. خیلی ناراحتم ولی تسلیت میگم به همه. هایده کاشانی متولد دهه 1330 و فرزند اول او شهرام کاشانی بود که در سال 1353 متولد شد. شهرام کاشانی دوران نوجوانی رو در ایران پشت سر گذاشت و زمانی که به سنین جوانی رسید به ترکیه مهاجرت کرد و چندین سال در این کشور زندگی کرد. بعد از اینکه او به استعداد خودش در زمینه خوانندگی پی برد، فعالیت خودش رو در زمینه خوانندگی آغاز کرد و به سرعت تونست به شهرت برسه و یکی از خوانندگان پاپ جوان دهه 70 باشه. هایده کاشانی برای اولین بار با پدر شهرام کاشانی ازدواج کرد و بعد از به دنیا اومدن شهرام، زندگی مشترک اونها به جدایی ختم شد. بعد از اون با محمود قربانی ازدواج کرد که این ازدواج هم برای مدت کوتاهی بود و به جدایی ختم شد. محمود قربانی همسر سابقه گوگوش خواننده یه سرشناس ایرانی بود. بعد از جدایی هایده کاشانی از محمود قربانی، گوگوش فرزند مشترک خودش رو از محمود قربانی نزد محمود قربانی فرستاد و کامبیز و شهرام دو برادر ناتنی در کنار هم بزرگ شدند. در پی درگذشت شهرام کاشانی، مادر او هایده کاشانی دلنوشته ای رو با این متن در اینستاگرامش منتشر کرد. او نوشت: با نهایت تأسف و قلبی آکنده از درد، خبر درگذشت شهرام عزیزمون رو به اطلاع دوستدارانش میرسونیم. شهرام دریایی از عشق بود و سالها با تمام وجود و احساسش و با صدای زیباش برای موسیقی ایران خاطره سازی کرد. او عاشق ایران، عاشق موسیقی و عاشق هوادارانش بود و در قلب دوستان و دوستدارانش برای همیشه زنده خواهد ماند. شهرام یک انسان خوب بود، یک انسان حساس و آرتیست با تمام احساسات آسیب پذیر و شکننده یک هنرمند. برای بعضی افراد درک و شناخت چنین روحیه‌ای امکان پذیر نیست و متاسفانه اینجاست که قضاوت‌های ناعادلانه آغاز می‌شود. شهرام را مادرش می‌شناخت، آنا درک می‌کرد و مریم می‌فهمید. شهرام زود رفت چون از جنس دیگران نبود. چون درد را بیشتر حس می‌کرد، زودتر می‌شکست و دیرتر فراموش می‌کرد. شهرام زندگی را دوست داشت و هرگاه شاد بود، اطرافیانش را هم با خودش به اوج لبخند می‌برد. شهرام قلب بزرگ و پاک و مهربونی داشت و چه افسوس که تنها تعداد معدودی از نزدیکان و دوستانش قلب اون رو میشناختن. شهرام هنوز با ماست، تا عشق هست، تا ترانه هست و تا صدا هست، شهرام در یادهای ما زنده خواهد موند. هایده کاشانی، روح شاد و یادش گرامی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.